مبلغ و یقینا شهدای کربلا از اون کسایی هستند که برای نصرت و یاری ابی عبدالله تو همون عالم اول برگزیده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على النیر الاعظم و نتیجة العالم، سید ولد آدم الملقب بالخاتم ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطاهرين ولا سيما الإمام المنتظر والعدل المشتهر الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومن لم يغر بولايتهم أو عد نفسه في إداده عبدا العابدين ودهرا الداهرين. یا صاحب الزمان بیا که بی رخ تو طاقتی ندارم من، به غیر دیدن تو حاجتی ندارم من. آقای من از آن زمان که مرا با تو آشنا به غیر نوکریت عادتی ندارم من. گذشت عمر من و چشم من به ره مانده، بیا عزیز دلم فرصتی ندارم من. نکنه بمیرم و تو رو نبینم آقا، اگه تو مجالس جدت سید الشهدا میام
اگه حرم جدت علی ابن موسر رضا مشرف میشم میام تو رو ببینم آقا. خیلی ها تو حرم امام رضا تو همین مجالس وجود مقدسش رو زیارت کردم. قصه ها و حکایت های زیادی نشده. آقای من گذشت عمر منو چشم من به ره مونده. بیا عزیز دلم فرصتی ندارم من. اگر معروف امام زمانو به جون مادرش قسم بدی جواب میده حضرت. آقا به جان فاطمه هرگز مرا از در نکنه دست رد به سینم بزنی نکنه ردم کنی. آقا به جان فاطمه هرگز مرا از در به غیر تو به کسی الفتی ندارم من. حالا که دلت رفته در خونه حجت ابن الحزن و چشمت به احترام امام زمان گریانه، همه ی هوایج تو در نظر بیار آقا رو صدا بزن. یا صاحب یا صاحب الزمان همه استغاثه کنن الغا سؤال و بعد. فقد قال عز و جل فی محکم کتابه الکریم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حسب روایه امام صادق علیه السلام و به قصد اینکه سلام هممون به حضرت سید الشهدا برسه سه مرتبه عرض کنیم: صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين في نصرتك. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خداوند دل و قلب ما رو به نور ولایت امیر المؤمنین و اولاد حضرتش روشن و منور فرماید. به قصد سلامتی و تعجیل در امر فرج حضرت و به عنوان عرض تسلیت به ما به ساحت مقدسشون صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. خداوند به برکت مولا امیر المؤمنین و به احترام حضرت زهرا سلام الله علیه ما همه دعاهای ما رو مستجاب فرماید. خیر و رحمت و برکاتش بر همه ما نازل فرماید
ما رو جزء بهترین عزاداران و مخلصترین ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت قرار بده. هدیه ارواح همه گذشتگان از شیعه، والدین خودتون، والدین من، گذشتگان از مؤسس محترم این مجلس صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل به لطف خدا و عنایت آقا و مولا حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، مواردی روزای قبل در خصوص شهدای کربلا عرض کردیم. مطلب بعدی و علامت و نشانه و فضیلت بعدی که در خصوص شهدای کربلا هست این که در کلام مولا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه از شهدای کربلا با لفظ عشاق تعبیر آمده. اولا کلمه عشق، حالا یا به لفظ مفردش یا به لفظ جمعش، در روایات ما بسیار بسیار نادر و کمه. غالبا الفاظ محبت یا حب در روایات هست، ولی لفظ عشق عرض میکنم حالا به لفظ مفردش یا لفظ جمعش بسیار بسیار کم و نادر آمده. یکی از اون مواردی که در خصوص شهدای کربلا هست همین لفظ کلمه عشاق برای شهدای کربلا. در حدیثی از وجود مقدس حضرت باقر العلوم سلام الله علیه که در بهار جلد 41 صفحه 295 حدیث 18 آمده، آقا حضرت باقر علیه السلام مطلب را از قول جدشون امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه نقل میکنن که حضرت باقر فرمود خرج علی یسیر به ناس حتی اذا کان به کربلا علا میلین او میلن تقدم بین ایدیهم حتی طاف به مکان یقال له المقدفان فقال علیه السلام قتل فیها 100 نبی و 100 سبط کلهم شهداء و مناخ رکاب و مسارع عشاق شهداء لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من بعدهم. آقا حضرت باقر العلوم می فرمان امیر المؤمنین با یاران خودشون ره سپار یه منطقه جنگی شدن که 1 میل یا 2 میل به کربلا مونده بود. میل را در کتابای لغت 1800 متر معنا کردن. با این فاصله که اسم اون محل در کتاب‌ها یا در همین حدیث آمده مقدفانه، امیرالمومنین یه مقداری تو این محل چرخش کرد، گردش کرد و بعد فرمود در این محل 200 پیغمبر و 200 سبط پیغمبر و اولاد پیغمبر اینجا به شهادت رسیدن. بعد فرمود همگی از شهدا بودن و در اینجا عاشقانی به شهادت میرسن، اینجا محل شهادت عشاقی است که لا یسبقهم من کان قبلهم، قبل از اونا مثل اینا نبوده. حالا تعبیر رو عنایت بفرمایید. اولا تعبیر به عشاق شده که حالا عشق توش حرف داریم، یعنی چه عرض میکنه. دو اینکه از صفات و برجستگی ها و ویژگی های این عشاق اینه که لا یسبقهم من کان قبلهم، قبل از اینا کسی با این خصوصیت نبوده. یعنی درسته که شهدای بدر، شهدای احد، شهدای زمان پیغمبر اینا جزء بهترین و خوبترین شهدا بودند، ولی در مقایسه با شهدای کربلا، شهدای کربلا حرف اول رو میزنن. نه فقط قبل از اونها کسی نبوده، یعنی اینا افرادی هن که قبلشون به این خصوصیت ها وجود نداشته،
بعد از اینها هم تا انقراض عالم کسی نمیاد که مثل شهدای کربلا باشه. اینا یه گروه خاصی هن برای خودشون. حالا امیرالمومنین فرمود اینجا مسارع عشاق است. مسرع به معنای مقتل و محل شهادت معنا شده. عشاق جمع کلمه عشقه. عشق یعنی چه؟ علامه مجلسی رضوان الله علیه کلمه عشق رو معنا میکنن فرط الحب، محبت زیاد، محبت فوق العاده رو بهش میگن عشق. و اینها نسبت به وجود مقدس امام حسین عشق و علاقه و محبت فوق العاده زیاد داشتن و همین عشق و علاقه و محبتشون سبب شد که بیان در رکاب امام حسین بمونن. علاوه بر این که اینها به تعبیر ابن عباس یا بعضی مورخین دیگه که حالا روزای آینده شاید به کلامشون اشاره کردیم، اینها عرض کنم خدمت شما یه تافته جدا بافته بودن، از قبل انتخاب شدن برای قصه کربلا. به ابن عباس گفتن تو چرا نرفتی در رکاب سید الشهدا؟ گفت اسامی این شهدا قبل از خلقتشون نوشته شده بود، کسی به اینها اضافه نمی شد و کسی از اینها کم شدنی نبود، اینها معین شده بودن. همون جوری که خدای متعال در اول خلقت حسب روایات شیعه و سنی هم پیغمبر رو انتخاب کرده، روایاتیست که اهل سنت هم نمیتونن منکرش بشن، تو کتب معتبره خودشون مفصل در احادیث معراجی اومده که پیغمبر اکرم خودشون فرمودن شب معراج وقتی رسیدن به اون مرحله قاب قوسین او ادنا، اون بالای بالا، خدای متعال به من خطاب کرد که انی اطلعت الی الارض اطلاعا فاخترتک منها، من یه توجهی رو زمین کردم یا رسول الله و تو رو انتخاب و اختیار کردم، که انتخاب شخص رسول اکرم به واسطه ذات مقدس پروردگار. حالا دنبالش البته مواردی هست که ثم شققت لک اسما من اسمائی، برای تو اسمی از اسامی خودم مشتق کردم، هر جا اسم خودم رو بردم اسم تو رو هم کنارش بردم، و فعن المحمود و انت محمد صلی الله علیه و صلی علی محمد و علیه. ثم طلعت الثانیه فاخترت منها علی، من نگاه دوم و توجه دومی کردم، علی رو انتخاب کردم. ثم شققت له اسما من اسمائی، برای علی هم اسمی از اسامی خودم مشتق کردم. تو بعضی روایات هست از اهل سنت که پیغمبر فرمود، خدا فرموده است هر جا اسم خودم رو بردم اسم علی رو هم کنارش بردم. یعنی هر وقت شما به لا اله الا الله اقرار میکنید، لا اله الا الله خالی فایده ندارد، باید کنارش اقرار به رسالت پیغمبر باشه. در کنار لا اله الا الله و اقرار به رسالت پیغمبر باید اشهد ان علی ولی الله هم باشه. علاوه بر این روایتی که علامه مجلسی در اولین روایت از جلد 27 بهار، اولین روایت که راوی اومد به امام صادق گفت آقا شنیده ایم که وقتی خدا عالم رو خلق کرده بر زوایای مختلف و عرض کنم اشیاء مختلف این عالم این چیزا رو نوشته است که لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر و عمر و عثمان و علی خلفاء رسول الله. آقا امام صادق عصبانی شدند، فرمود سبحان الله غیروا کل شیء حتی هذا، اینا مردا دست تو همه چی بردن حتی این مسئله. وقت مفصل امام صادق به میدون حرف اومدن، وقتی خدا لوح رو خلق کرد بل لوح چه نوشت، وقتی قلم رو خلق کرد چه نوشت، وقتی عرش خلق شد چه نوشت، کرسی خلق شد چه نوشت، ماه رو خدا خلق کرد بر ماه چه نوشت، خورشید رو خدا آفرید بر خورشید چه نوشت، همه رو
فرمود امام صادق که خدا بر تمام این اشیا نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد و محمد علی ولی الله. آخر کارم امام صادق فرمود هر کس اقرار می کند به کلمه طیبه لا اله الا الله و رسالت پیغمبر رو شهادت می ده فلیقل اشهد ان علی امیر المؤمنین ولی الله. امام صادق فرمود پس باید بگوید شهادت به ولایت امیر المؤمنین رو، از هم جدا نیستن. بعد تو حدیث معراج خطاب شد که یا محمد انی خلقت که و خلقت علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ولده من سنخ نوری، همه شما رو من خلق کردم، انتخابتون کردم و خلقتون کردم. ثم عرضت ولایتکم علی اهل السماوات و اهل الارضین فمن قبلها کان عندی من المؤمنین و من جهدها کان عندی من الکافرین. هر که ولایت شما رو قبول کند پیش من مؤمنه و هر که قبول نکنه کافره. خودشون نقل کردن خدا ائمه علیهم صلوات الله رو اختیار کرده، انتخاب کرده. در حدیثی که شیخ صدوق به عنوان حدیث 400 گانه یا 400 مطلبی به تعبیر من نقل میکنن، حدیث اربعه، اونجا از امیرالمؤمنین هست که خدای متعال اول ما رو اختیار کرد و اختار لنا شیعتن ینصروننا، خدا ما رو انتخاب کرده و مسلم و یقینا شهدای کربلا از اون کسایین که برای نصرت و یاری ابی عبدالله تو همون عالم اول برگزیده شدن، تو همون عالم اول امتحان دادن و قبول شدن. این خصوصیت شهدای کربلاست. پس هم تعبیر به عشاق از اونا شده، از اونایی که محبتشون، علاقشون نسبت به امام زمانشون از همه بیشتر بوده. دو، این که اونا شهدایی هستن که قبل از اونها و بعد از اونها دیگه مثل اونها پیدا نخواهد شد. کما این که حدیث امام رضا رو بلدیم، قتل معه ثمانیت عشر رجلا من اهل بیته ما لهم فی الارض شبیهون، اگر اون 18 نفر مثل و مانند دیگه ندارند و مادر دهر عقیم است مثل ابوالفضلی بزاید مثل علی اکبری بزاید، قطعا دیگه مثل شهدای کربلا هم به وجود نخواهن آمد. اینا شهدایی هستند که قبل و بعد اونا دیگه مثلشون پیدا نمیشه. خب حالا ما تکلیفمون چیه امروز تو این دنیا نسبت به وجود مقدس امام زمانمون؟ چقدر محبت داریم نسبت به وجود حضرات معصومین؟ چقدر علاقه داریم؟ چون در بحث قیامت آقا هم اصل محبت رو از ما میخواند، هم مقدارش رو میپرسن، هم کمیتش رو میپرسن، هم کیفیتش رو. لا تزول، حدیث از پیغمبر تو جلد 27 بهار، لا تزول و قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، ان عمره فی ما افناه و شبابه فی ما ابلاه و ان ماله من عین اکتسبه و فی ما انفقه و ان حبنا اهل البیت. نمیذارن قدم از قدممون قیامت برداریم مگه اینکه چهار تا سوال میکنن و سوال چهارم از محبت اهل بیت. هر که جواب داد جواب داد و الا جاش جهنمه. و باز حالا بخوایم دامنه ی حرف رو گسترش بدیم، آیه رو ببینید در قرآن، ان جهنم کانت مرصاد، با این آیه کنار هم بگذارید که ان ربک لبالمرصاد، با این آیه کنار هم بگذارید که القیا فی جهنم کل کفار عنید. این سه تا آیه رو کنار هم بگذارید، تفسیرش رو ببینید. ان جهنم کانت مرصادا، جهنم خودش کمینگاهه. ان ربک لبالمرصاد، خدای تو در کمینه، در کمینگاهه. خب این خدا کیه؟
آیا همون ذات مقدس پروردگار است یا تأویل و تفسیر داره؟ راوی به امام باقر گفت آقا ان ربک لبالمرصاد، یعنی چه؟ خدای تو این آیه کیه؟ حضرت فرمود قرآن خونده ای؟ گفت بله. امام باقر فرمود این آیه رو خونده ای که و سقاهم ربهم شرابا طهورا؟ گفت بله. حضرت فرمود رب تو آیه اول، رب تو آیه دومه. گفت آقا مشکل دوتا شد، من رب آیه اول رو نفهمیدم، شما آیه دوم رو میگید. حضرت فرمود جدنا علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب ان ربک لبالمرصاد کجا؟ ان جهنم کانت مرصادا، لب جهنم امیر المؤمنین نیست. سنیا این آیه رو نقل کردن و در ذیلش روایت آوردن که القیا فی جهنم کل کفار عنید. حضرات اعلام و اعزه طلبه‌ای که تو مجلس شرف حضور دارن مستحضرن که القیا فعل تثنیه است، بیاندازید شما دوتا تو جهنم. کیا هستن افرادو به جهنم میاندازن؟ وقت در ذیل همین آیه سنیا از قول پیغمبر نقل کردن به روایت جناب ابن عباس که ابن عباس میگد از پیغمبر سوال کردم این دوتا کیان؟ پیغمبر فرمود من و علی هستیم که منتظر دو دسته ایم. دسته اول دوستانن، دستشونو بگیریم نجاتشون بدیم، و دسته دوم دشمنانن. پیغمبر فرمود در کمین دشمنان اینجا نشسته ایم، بیان یقشنو بگیریم تحویل آتش جهنمشون بدیم. این خصوصیت محب امیرالمومنین و مبغض امیرالمومنین. من و شما که قطعا و یقینا اهل نجاتیم انشاءالله به برکت امام حسین، به برکت حضرت زهرا و به برکت ولی نعمتمون حضرت بقیت الله انشاءالله هممون اهل نجاتیم. محبت در وجود ما هست، اصلشو میپرسن آقا که نمیگذارن ما قدم از قدم برداریم مگر اینکه اگر محبت رو جوابشو دادیم فبه المراد و الا گرفتاریم. نه فقط اصلشو میپرسن، مقدارش هم میپرسن که مقدار محبتتون به اولیاء خدا چقدره. باز تو جلد 27 بهار علامه مجلسی رضوان الله علیه یه حدیث نقل میکنن که ثوبان خدمتکار خاتم انبیاس به محضر مقدس رسول اکرم شرفیاب شد، سوال کرد که یا رسول الله متى قیام الساعه، قیامت کی سر پا میشه؟ حضرت فرمود ما اعددت لها اذ تسأل عنها، چی آماده کردی برای ساعت قیامت؟ تو که داری سوال میکنی چی مهیا کردی؟ چون آقا دونستن ساعت قیامت خیلی برای ما نفعی نداره، مصالحی هم تو کار هست که پرده از این ساعت برداشته نشده. یسالونک آیه قرآن ان ساعت ایان مرساها، به پیغمبر میان میپرسن یا رسول الله قیامت کی سر پا میشه؟ پیغمبر مبهم جواب دادن، واضح جواب ندادن. نه فقط پیغمبر، هیچ پیغمبر و هیچ امامی پرده از ساعت قیامت بر نداشتن، نگفتن ساعت کیه، چه روزیه، چه وقتیه، چه زمانیه. اصلا پیغمبرم از صوبان پرسیدن تو چی مهیا کردی؟ گفت که یا رسول الله ما اعددت لها کثیر عمل الا انی احب الله و رسوله. اگر صحبت اعمال ظاهری مثل نماز و روزه و این حرفا هیچ خبری جایی نیست، چیزی ندارم، که ظاهرا جناب صوبان نمیخواست بگه که من نماز نخوندم روزه نگرفتم، میخواست بگه چون از آخر حدیث هم همین استفاده میشه که جناب صوبان میخواست بگه عمل قابل دقت و قابل توجهی ندارم.
الا یه چیز، الا انی احب الله و رسوله، مگر اینکه خدا و رسول رو دوست دارم، اینا میتونم بهش اعتماد کنم. خدا پدر و مادرای هممون رو رحمت کنه و امروز همشون از این جلسه بهره مند کنه. آقا اونا واسطه این خیر و فیض بودن و ما رو سر این سفره نشوندن. مادرم شهد غمت ریخت به کامم با شیر، هنر نوکریت راز پدر یافتم. اول کار مادر ما رو با عشق امام حسین شیر داده، پدرمونم از بچگی دست ما رو گرفته بیا بریم روزه، اینجا بگو یا حسین، بابا ببین اینا دارن سینه میزنن تو هم سینه بزن، اینا دارن تو سرشون میزنن تو هم تو سرت بزن. بعد یاد گرفتیم که وقتی اسم امام حسین میاد باید گریه کرد، در برابر مصائب ابی عبدالله نباید ساکت شد. خدا همشون رو رحمت کنه، اونا واسطه بودن. آقا اجالتاً پیغمبر فرمود چی آماده کردی؟ گفت من اونی که بهش معتقدم میتونم اطمینان کنم محبت به خدا و رسوله. وقت پیغمبر فرمود که و الا ماذا بلغ حب و کل رسوله. آقای صوبان میشه بگی مقدار محبتت به پیغمبر چقدره؟ که بلا تو حد تک تک این حرف باز حرف هست. چرا پیغمبر نفرمود محبت به خدا و رسول چقدره؟ چون گفت من خدا و رسول رو دوست دارم. و پیغمبر فرمود محبتت به پیغمبر چقدره؟ چرا صحبت خدا نکردن پیغمبر؟ ظاهرش اینه که من احبکم فقط احب الله، هیچ فرقی بینش نیست. هر که امام رضا رو دوست بداره خدا رو دوست داشته، هر که حضرت زهرا رو دوست بداره خدا رو دوست داره، شکی درش نیست. البته اون طرفش هم رفقا هست، اون طرفشو، فقط بحث من احبکم نیست. اگر خدای نکرده بغض، عناد، ذره ای از این ذوات مقدس تو دلمون بیاد کار خراب شد. کما اینکه معصیت کردن اینا و مخالفت امر اینا کردن هم بده، مخالفت امر خداست. همون جوری که قرآن میفرماد من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کس اطاعت پیغمبر بکنه اطاعت خدا کرده، هر که مخالفت امر امام رضا بکند مخالفت امر خدا کرده. بپایم حواسمون رو جمع کنیم، مخصوصا تو این ایام یه کاری نکنیم امام رضا ناراحت بشن، مخالفت با سنت سنیه امام رضا شده باشه، مخصوصا تو بحث امام حسین. قربونش برم امام رضا، مگه نفرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا، روز امام حسین چشمای ما رو زخم کرده، اشکای ما رو جاری کرده. یعنی روز دهه محرم مخصوصا و ماه محرم و سفر روزی نباشه که برای ابی عبدالله گریه نکنی، روزی نباشه تو این ایام محرم و سفر که یک جلسه یا وقت شرکت نکنید بگید حالا امروزم روزه نرفتیم طوری نیست. نه، ولو روز یه جلسه هم هست، ولو یه ساعت مختصر و کم هم هست، یه سری تو مجالس ابی عبدالله بزنیم، برید تو مجالس امام حسین، اون همه برکاتی که برای مجلس ابی عبدالله هست. و اقلش اینه که آقا سلامت روح ما رو این مجالس تضمین میکنه، این مجالس برکاتی داره. بگذاریم حرف خودمون رو ادامه بدیم. پیغمبر فرمود صوبان تو که میگی من خدا و رسول رو دوست دارم، میشه مقدار محبتت به پیغمبر رو بگی؟ چقدر منو دوست داری؟ چقدر آقا امام رضا رو دوست داری؟ امام زمان رو چقدر دوست داری؟ ما گاهی بچه خودمون رو، گاهی بچه برادرمون رو، گاهی بچه خواهرمون رو بغلش میکنیم، میبوسیمش، نوازشش میکنیم، میگیم بابا، عمو، دایی، منو چند تا دوست داری؟ این بچه تو عالم بچگیش، تو عالم بچگیش یه حرفی میزنه، حالا یا یه انگشتشو نشون میده
یا یه دستشو یا دوتا دستشو. مقدار محبتی که به من و شما داره رو اعلام میکنه. اگر امام زمان از من و شما پرسیدن منو چقدر دوست دارید، چقدر بگیم که راستش رو گفته باشیم، واقعش رو گفته باشیم، که اگر بگیم ما یه دونه، عدد یک میگیم، بالاترش نه، واقعا همون یه محبت به امام زمان باشه. اگه گفتیم 10 تا، واقعا 10 تا، و اگه گفتیم 100 تا دوست داریم، واقعا 100 تا دوست داشته باشیم. حضرت فرمود صوبان پیغمبر رو چقدر دوست داری؟ گفت آقا اونقدر دوست دارم یا رسول الله. این حدیث رو خوب گوش بدید. لو قطعت به سیوف و نشرت به المناشیر و قرزت به المغاریز و احرقت به نیران و تحنت به ارها الهجاره. گفت آقا اونقدر دوست دارم که اگر با شمشیر من قطعه قطعه بشم، تکه تکه بشم، اگر با اره بدن من بریده بشه، ذره ذره میکنم، اگر با قیچی بدنمو ریز ریز بچینم، اگر منو بین دو تا سنگ آسیا قرارم بدن تا بدنم له بشه، متلاشی بشه، و اگر من به آتش سوخته بشم، حاضر نیستم ذره ای بغض و عناد و کینه شما تو دلم بیاد، همه ای سختی ها رو به جان میپذیرم، اما ذره ای بغض و عناد نسبت به شما تو دلم راه نمیدم. چقدر دوست داریم آقا امام زمان رو. تا کجا پا کار امام حسین ایستادیم؟ تا کجا پا کار امام زمان ایستادیم؟ اگر یه سیلی تو گوشمون زدن ول میکنیم؟ اگر شلاقمون زدن رها میکنیم؟ اگر موانع برامون پیش اومد چیکار میکنیم نسبت به اهل بیت؟ محبت واقعی میخوان نسبت به امام حسین و اهل بیت. وقتی این جناب صوبانی حرف رو زد برای رسول اکرم، فرمود ابشر فان المرء یوم القیامه مع من احب. خوشا به حالت، بشارتت میدم، انسان در روز قیامت با اون کسی است که دوستش میداره. حضرت رضا فرمود اگر آدمی تو دنیا سنگی رو دوست داشته باشد، لحشره الله معه، خدا با اون سنگ محشورش میکنه. حالا اومدیم بگیم یا صاحب از زمان، ما شما رو دوست داریم، ما جدت ابی عبدالله رو دوست داریم. خب آقا همه این ذوات مقدسه که قابل احترامند و قابل دوست داشتن، کیو بیشتر دوست بداریم؟ امیرالمومنین رو بیشتر دوست بداریم؟ حضرت زهرا رو بیشتر دوست بداریم؟ امام حسین رو بیشتر دوست بداریم؟ امام زمان خودمون رو بیشتر دوست بداریم؟ کیو بیشتر دوست بداریم؟ کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، به امام صادق گفت آقا من میترسم از این که بی ایمان از دنیا برم. حضرت فرمود چرا؟ گفت نه این که فکر کنید نماز نمیخونم، نه نمازم رو میخونم، روزه میگیرم، حج به جا میارم، تمام اعمال واجب رو انجام میدم، من مکه میرم طواف برای شما اهل البیت انجام میدم، هر چی کار واجبه شما رو امام میدونم، پسر امام میدونم، نوه امام میدونم، به مادرت حضرت زهرا ارادت دارم. حضرت صادق فرمودن تو که همه کارا جوره، چرا میترسی بی ایمان از دنیا بری؟ علت ترس چیه؟ گفت اجازه میدید بگم؟ حضرت فرمودن گفت یا ابن رسول الله شما امام زمان من هستی، اما من حسین رو بیشتر دوست دارم. تا این حرف به امام صادق زد، اشک از دیدگان امام صادق ریخت. راوی میگه به حدی امام صادق گریه کردن که از محاسن حضرت اشک چکید. این مرده یه مقداری دست و پا خودشو جمع کرد و گفت یا ابن رسول الله ببخشید، میدونستم حرف قشنگی نیست، رو امین اصلا میگم من میترسم بی ایمان از دنیا برم. اخ میدونید امام صادق چی فرمود؟ حضرت صادق فرمود
اذن انت والله مثلنا اهل البيت اذن انت والله مثلنا اهل البيت حالا که اینجوری هستی، حالا که حسینو بیش از ما دوست داری، به خدا قسم تو هم مثل ما اهل بیتی، یعنی ما خودمونم و حسینو بیشتر دوست داری. پیغمبرم همینجور بود نسبت به امی عبدالله، لذا وقتی حسین متولد شد غلاغه رو دادن دست پیغمبر. امیر المومنین هم نشستن دیدن پیغمبر سر حسین رو بوسیدن، پیشانی رو بوسیدن، چشما رو بوسیدن، بینی رو بوسید پیغمبر، لبها رو بوسید، گونه ها رو بوسید، چانه حسینش رو بوسید. پیغمبر سر حسینش رو بالا کرد، زیر گلو رو بوسید. پیغمبر سینه رو بوسید، شکم حسین رو بوسید، بازوان و دستای حسین رو بوسید، ران پا رو بوسید، ساق رو بوسید، انگشت، از سر تا قدم همه وجود حسین و پیغمبر بوسه بارون کرد. وجود مقدس امیر المؤمنین سوال میکنن یا رسول الله چرا چنین کردید، چرا چنین میکنید؟ پیغمبر فرمود یا علی اقبل و موضع از سیو. جای شمشیرها رو میبوسن، یعنی یا علی از سر تا قدم حسینم همه مجروح میشه. ای وای چند تا زخم به بدن ابی عبدالله بوده. اقل عددی که تو روایات و مقاتل نقل شده 77 زخمه، این اقل شد. بریم بالاتر، عدد 110 تو مقاتل هست، عدد 135 زخم هست، عدد 730 زخم هست. یا ابا عبدالله، به خدا اگه دهه محرم نبودی جملاتو نمی گفتم. تا برسیم به روایت امام باقر، حضرت فرمود 1950 زخم. ای حسین، ای حسین، بالاترین عدد و رقم تو بهار علامه مجلسیه. علامه میگن 4180 زن به بدن ابی عبدالله. راوی گفت آقا مگه ممکنه یه بدن و این همه زخم؟ حضرت فرمود شمشیر جای شمشیر، نیزه جای نیزه، تیر جای تیر. ای وای یا با عبدالله، یا با عبدالله.
الحمدلله. یه جمله رو فقط برای فرج عرض میکنم، انشالله امام زمان دیدشون گریون بشه، در حق همه عزاداران دعا کنن. آقا راوی به امام صادق گفت آقا یه سری زخمای هلالی شکل رو بدن جدت مشاهده شد. خوب گوش بده و خوب عزاداری کنم رو برای ابی عبدالله. دیگه داریم میرسیم به وقتی که دستور بیاد آبو ببندن، دیگه چیزی نمونده تا صدای العطش بچه ها بلند بشه. ای وای ای وای. راوی به امام صادق گفت یه سری زخمای هلالی شکل رو بدن جدت مشاهده شده، اینا نجا تیره نجا نیزه. نجای شمشی. ای وای ای وای. گفت آقا اینا مال چیه؟ دیگه خودت میدونی و حضرت زهرا، ما معتقدیم وقتی مجلسی برای ابی عبدالله سر پا میشه، حضرت زهرا اولین شرکت کننده تو مجلسه. یعنی اگه گریه میکنی در مقابل بی بیه، اگه به سر و صورت میزنی در مقابل بی بیه، اگه به سینه میزنی مقابل فاطمه است. قدر خودتو بدون. آه آه. راوی به امام صادق گفت این زخم مال چیه؟ آماده ای بشنوی و صدای حسینت به کربلا برسه. آقا فرمود اینها جای سم عصبه یا حسین.